مگه تو نمیدونستی ورود به این منطقه ممنوعه؟ به خاطر این کارت میتونم ازت شکایت کنم. ول کن بابا، ما هندس حوصله داری یا به دستگ حالا زاغ منو دم به ساعت چوب میزنی. خب الاغ پول میخوای بهم بگو بدم، چری میری سر زخم دزدی؟ تو حق نداری بابا فوش بدی. میدم، خوب میکنم میدم. نذار دهنم بیشتر از این واسیما. ایوب به خدا میزنم شهیدت میکنم. بر نزن خفشو پارو برو دستتو بشین. دیوونه خونه است اینجا، نگاه آمندس یک کاری کنین ایوب اینجا دست به کار شه، بلکه اینطور کمتر به پرپایم بپیچن. اینا مسافرتون نیومدن؟ نه، تا فردا ظهر میرسن. سلامت باشه. تو کجا؟ میرم قدمگاه، گفتم که نظر دارم. آها، همون نظر 10 ساله است. بله آقا. این پسرم تو که نیسته بگو بیاد اینجا مشغول بشه. از شما درد نکنه. مراقب خودت باش. چشم. خداحافظ. خداحافظ. هر کی شک داره خودش بهش دست بزنه. ببین دیگه. نبود؟ ای ترزوهاش. خوب نگاه کنی که بعد دبه مبه در نیاد. یه دونه بیاد بنداز دیگه. بس نمیخوای شرط بالا بره؟ یک. دو. سلام آجی. سلام. حواست کجاست؟ چی شده؟ خب اینو نایه برده بودی دیگه. همه حواس ما مونده بشه این کوزه گنده. چشه؟ ترک داره. اولین دست انداز شکسته. ما بذاری جلو. این کجا بشین اون وقت؟ بذاری عقب. خودت بگو. ببین رمان. بگی ترک نداری که بشین عقب. ببین. دیگه کی میخواد شرطو بالا ببره؟ یک. دو. باز معرکه گرفتی ها حسن. تا کی میخوای این مردم رو تلکی کنی آخه؟ خودشون که حرفی ندارن. شما اعتراض داری مشتی؟ واسه این که نمیذاری یه چای کوف کنیم. خب ما هم خفون میگیم تا شما. حالا کجا میخوای بری؟ پس داری میری؟ حالا آقا مثلا سال آخره. به امان خدا. بجام دیگه تموم شد. تمام سوار شد. باز این بیچاره رو تو سرکیسه کردی؟ به تو جایت هم شدی آقا نجر. حاجه این پسر همود خیلی به ما گیر میده. چه؟ وقتی به نفع توه، به سرخالت، وقتی به ضررته، به سرمون من آره؟ تمام اینجا نیستی به حضور اینام باش. سال بعد به چه بهانه میفرسیدش قدم دارم؟ Mm-hmm.
دست درد نکنه حسن. کی میای دنبالم؟ صبح بعد از مولودی برای ما یه دعا کن، شاید این قرازه رو عوضش کردی. چی شده زبون بسته؟ چی بلای سرت اومده؟ سلام علیکم. سلام علیکم. این حاج خالقیه، بزرگ همه است. این ریحانه است، همیشه اینجوریه. ننه نصرت، اون موقع کمرش درد نمیکرد. این ایوبه، همیشه اخمالوه، مردان کتکش میزنه تا آدم شه. آقا نجف یهو پیر شد، نمیدونم چرا. این آقا یونس خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه. حنانه کجا میرید؟ منم میرم همونجا که شما میرید.
میخوای بدمش به سارا خانوم؟ سارا لوزاشو عمل کرده، نمیتونه حرف بزنه. شما ما رو از کجا میشناسی؟ مهندس دو روز منتظرتونه پروانه. اونجا چیه؟ ها؟ نه نصرت میگه اونجا نمازگاه است. آها، منظورتون یه جور معبده، ولی چرا اینطوری شده؟ واسه دفینه مردم اینجوریش کردن. چی شده؟ کسی مرده؟ نه خانم، چهلم مشتی عطاره. قبرستون، جماعت عزادار، روستای اسمش چی بود؟ حاته، اسم این روستا چی بود؟ لیسه، پروانه، بیا بریم من رو سارا دیگه چی پیدا کردی؟ خیلی دیدنیه، بیا تو دفینه سا آقا، خدا کنه فقط بتونم سالم درش بیارم، میشانم چیزی نمیخوایم برم بخرم؟ چرا این وقتا خبت پرت میخوام؟ وایسا تا لیستشو بهت بدم. چشم. تا یکی دو هفته این دیگه فصل حفاری ما تموم میشه، از دست ما خلاص میشه. این چه حرفی آقا؟ ولی شما گفتین اینجا آیه نمازگاست. نمازگاه رو ننه نصرتتون گفته، من گفتم معبد. نشونه ای که پیدا کردیم اینطوری بود، نصف بیشتر زمین های این اطراف هم گشتیم ولی نبود. شاید هم به قول ننه نصرت شما وقتش که برسه خودشو نشون میده. میبینی با چه ظرافتی چرخ کاری شده؟ فقط حیف که سالم نتونستم در بیارمش. فرمان خورما البته به خوبی چیزایی که شما پیدا میکنید نیست. کی گفته ما چیزی پیدا میکنیم؟ اگه از ایوب شنیدیم حرف مفت. اون از این شعر و ورا زیاد میگه، شما باور نکن. رحمان گفت بیاد اینجا کار کنه بلکه سرش گرم بشه. رحمان باباشه یا من؟ آقا مردان گفتم بیاد اینجا بلکه اهل شه. بچه نااهل با کار اهل نمیشه، چوب میخواد. تو برای چی برگشتی؟ من این نزد نداری تو؟ خواب دیدم. بگیر اینو بده کارگر رو. خواب خوابم که نبود. اینم لیست خرید. کیه این؟ ریحانه است آقا. کمک چیزی نمیخواد؟ یه خورده گیره کنه دلش باز میشه. خب مردته، باش کنار بیا، دست درد نکن. باش خالقی گفته دلش بچه میخواد. نمیخواد. چرا؟ برای چی؟ نمیخوام. تازه یه چیز دیگه هم هست، تو که نمیتونی. مبارک باشه مشتقی. قربانه. دوتا
برای چی برگشتی؟ خواب دیدم. خواب؟ خواب خوابم که نبود. گفت به یکی توی این شهر بدهی داره. گفت چرا بی خودی بلند میشی میای اینجا؟ بعدش دیدم کنار اون باقه خرابه وایسه. اینجا رو نشون میده. نکنه میخواد بگه اونا اینجا ریحانه. اگه بابا ننت اینجا بودن تا حالا همدیگر رو پیدا کرده بودین رحمان. نکرده بودین؟ پس چرا اینجا رو نشون داد؟ پس چرا گفت به یکی بدهی داره؟ اینا یعنی چی؟ خب خوابه دیگه. حالا خوب خودت میگی خواب. باستا یه باستا دیگه. ریحانه ها مثل خواب نبود. جهت شادی روح مرحوم تازه گذشته این میز قشمشم موزه رو دواش بمیره تا هر آقل شم. پسر رو رحمان مگه نرفته بود؟ ولی حاجی این ماجرا امکان نداره چون خودم بسته بندیشو کردم. باز میگه امکان نداره؟ یعنی من دروغ میگم؟ زنگ زدن دیگه. خب شاید پشت ماشین ستار شکسته. اما اونجا اگه پشت ماشین شکسته بود بعد خوردی روزش داره کیسه ها باشه دیگه. سلام. اینجا چیکار کنی؟ برگشتم کار داشتم حاجی. ببینم تو راه قدمگاه واسه سفالات پشت ماشین اتفاق نیفتاد؟ من گیر دادیم بابا جون. میگم با چاقو خط انداختم زنگ زدن. ایوب نیدی؟ حالا که برگشتی برو پیش این حسن بغچی چند تا لیست لامپ رنگی بگیر ببر خونه. چشم. میوه‌م گرفتم. در ضمن بهش بگو که فردا بیاد نصبشون کنه. زرماری هم نخورم. چشم. بابا دیشب زدی دوباره دختره رو شلو پر کرد. این اصلا خودش تش باد میده. بسته میچسبونه به این دختره. دیوونه است. باجی من رفت. حالا کجا میری؟ برم ببینم جریان سفالا چیه دیگه. بعد وقتی اومده سرمون. تو گفتی ایوبو نیدی دیگه. حالا کی برمیگرده قدمگاه؟ شاید امسال نرم. میگم این حاجی چند وقتی خیلی بد اونقه. جلوم آقا جونم یه توکه پا اومد و رفت. خاطر دعواش با نجفه. اون که تازگی نداره. گفتم شاید به خاطر حنانه است. حالش چطوره؟ اگه نمیبینی؟ اینو که میبینم. اونو میگم. سلام. سلام. چیه چی میخوای؟ چیزی نمیخوام. اینو عمو جلال داده بدمش. خیلی خوب. حاج خالقی هم گفت ریسه ها رو اگه میشه بدین ببرم. من که اینجا ریسه ندارم. غروب یه در مغازه. دستکشی برداریم. اما وقت میگه شیشه مغازه مرمان. مرسخلا هم یه جایی گم و گرش کنم. آقا جون فلش کن. دیوانه خونه است. حالش میفهم. بگیرش. بگیرش. مگه اینکه برنگرده خونه؟ بدست! سر دهنگه نداشته نه! تو کوشش خراب ریزی میکنی؟ مگه چی کار کرده؟ چیکار میخواستی بکنه؟ فرشته تمام سفاله رو خط انداخته. اینا چی اینجا نفته؟ چیکار میکنه پدرش داری؟ نمیدونستی بگیرش دست با چلوپی؟ تا تکون میخوری؟ رو همون خدا بیا مرزه تو خاک میلرزونی. خدا منو بکشه از دست شما دوتا راحت میشم. بیا مشغولم رضا. دست دادن درد نکنه. زنده باشی. به سلامت. خدا حافظ. چطور رحمان؟ خوبم. پول نون تموم شد. یه خورده خرت و پرت هم براش بخر. چیز اضافه اومد مال خودت.
سلام. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نرفتی؟ برگشتم. نصرت بهم پول داده یکم خرت و پرت دارد بگیرم. چی بگیرم؟ حالش چطور؟ خوبه. نهار چی داریم؟ هیچ. نگفتی راستی چرا برگشتی؟ باز روزه گرفتی؟ با این حالت؟ نظریه. میدونم. نظریه زن مشتقیه. امروز دیدمشون. بالاخره میزاد. توکل به خدا. هر زن پا به مایی تو این ده چشم و دلش به ننه نصرته. چه اون موقع که قابله بود، چه حالا که نیست. چه فایده؟ اگه من آدم نیستم. درسته تو منو نگیرستی. حرف تو عوض نکن. بر چی برگشتی؟ خواب دیدم. آقا گفت برگرد. وقتشه؟ نام به نام خانوادگی. من یه ننه نصرت. صاحبه خونه کیه؟ خب معلومه اون. پس بهش بگو میخوام فرم براش پر کنم. اون بیچاره به زور راه میره. بگو من جواب میدم. درست در نکنم. اسمش علوی خانم احمدلو. نام پدر؟ ابراهیم. سلام. محل تولد؟ همینجا. شماره شناسنامه؟ سجلش سر جوونی گم شده. سال تولد؟ کی یادشه؟ خودش هم نمیدونه. چند تا بچه داره؟ سه تا پسر. نصرت، ناصر، نصیر. آقا نصرت آهنگره. وقت شما ناصر یا نصیر؟ هیچ کدوم. اونا سر جوونی مردن. تو شما کی هستی؟ رحمان. من همینطوری اینجا. خونت کجاست؟ قبرستون. قبرستون. دست دردم. با یه خواب نظرتو ول کردی اومدی؟ دستش گرم بود. گفت به یکی بدهکاره. اینجا رو نشوندم. اون گفت برگردم. ننه اگه یکی خواب آقا رو ببینه دروغه یا راسته؟ خواب آقا دروغ نمیشه. تو میدونی به کی بده کاره؟ بچه هم بزرگ شد. یعنی طاقتشو داره؟ خدا از سر تقصیرات همه بگذره. یا الله! کیه؟ حسینی رحمان خودمونه. مگه این با ستار نرفته بود قدمگاه؟ سلام. 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 مگه نرفته بودی؟ نه. اینا رو چیکار کنم؟ بذار لبه حوض. داشتی میگفتی؟ اینجاست. میشنوه. چشم گوشش باز میشه. رحمان؟ نه بابا. رحمان؟ نمیخواد بشورشون. پلاسیده میشن. فردا ببر بذار تو زیر زمین. این گوسفندرم یه نگاهی بکن. چند روزه هیچی نخورده. ببین چشه. شاید میدونه میخوان سرشو ببرن. اگه میدونستم اینجایی حتما یا الله میگفتم. بالاخره مردی گفتن، زنی گفتن. یادت زدی خمر گنده در شکوندی؟ یعنی تو نبودی، من بودم. ولی تو قلقلکم دادی. هننه مادر اون آبکشو برد و بیار. Thank you.
مامزم، تو رو به حق این شب عزیزه. اسمش رستم علیه، رستم علی مؤذن، باباش هم سید محمود مؤذن نیستش، رفته مشهد. خوب همه اینا رو میشناسی هم؟ تو چند وقتی باهاشون زندگی کردی، بد اخلاق هم ولی آدم دلپاکی. نام خانوادگی؟ ندارم. یعنی چه نداری؟ محل تولد؟ نمیدونم، غیر اسمم هیچی نمیدونم. میگه میشه، شناسنامه داری؟ گفتم که هیچی ندارم، من بچه سر راهیم. آها، و بره همین همه مردم میشناسی. اونا بزرگی هم کردن. سلام آقا نجم. سلام راما. نماز رو این یادم دار، از 13 سالگی تا 16 سالگی خونش بودم. سلام ریحانه، به حسن آقا بگو غروب میان برای ریسا. سواد اون یادم دار، این خواهرمه، مادر خدا بیامرزش به منم شیر داده. انگار زیادم ازی وز ناراحت نیستی. چرا باشم، اونا دوستم دارم، بهم لطف میکنم، هرچی دارم از اوناست، اسب، گاری، خونم. دلت نمیخواد پدر مادر تو پیدا کنی؟ تا حالا میگفتن خواب زن کجه. حالا به کی بده کاره؟ دست شما درد نکنه، به کی بده کاره؟ آقا به همه این جماعت بده کاره، به همه، با عاشقاش بده کاره، به من یکی بده کاره. 30 سال واسش مولودی میگیرم، به عشق این که ببینمش، بده کاره دیگه. حالا با چی میخوای برگردی قدمگاه؟ امسال دیگه نمیره. محرم، بابا یه چایی درست حسابی برده بیار. باس اینجا دنبالشون بگردم، اون گفته. نکنه نظر کرده شدی؟ مگه میشه ننه بابا اینجا باشه؟ چی شد؟ اشتر یه هنوز تا عید که مونده، برای نیمه شعبان نیست، برای پسرم است آقا نجم. پسر مبارکه. آره آقا نجم، بعد از این همه سال رحمت و دوام و دکتر و توسل. بله قدمش خیر باشه. به سلامت، به سلامت قربان قدم شما. به سلامت. سلام رحمان، چهال، چهوال. لامپا رو برای کی میبری؟ طرف سرموتون، آج خالقی. امسالم نمیرین؟ اونجا که ما رو را نمیدن، جای از ما بهترونه، بلکه خود آقارم را ندن. الله اکبر. برای چی برگشتی؟ میدونی این 9 سال نظرت باطل میشه؟ میشه آقا به کسی بده کار باشه؟ این چه حرفیه؟ ما همه بدهکارمونیم. گفت خیلی ها به من بدهکارم، ولی منم به یکی بدهکارم. بعضی خواب ها شیطونی هم، ولی خواب آقا که دروغ نمیشه. میشه؟ شما همیشه گفتی دعا کن آقا بیا. آقا کی میاد؟ وقتی دل شکسته ها زیاد بشن. شیرینی عیده؟ نه آقا، شیرینی بچه مشتقیه. بفرما رحمان. هنوزم منو جای بابات میدونی؟ هنوزم به حرفم گوش میدی؟ برگرد قدمگاه، فقط امسالو.
اون گفت امسال اینجا باشم. حرفمو گوش کن. برو. یا بخور. ندار دیگه. مهندس گفته میتونی بری پیشش کار کنی. باز از خونه فرار کردی؟ سفالای مردان رو تو خط خطی کردی؟ دلم خواست. اخلاقت عین یونس خدا بیامرز. هر چیزی که تو اون خونه است، هر چیزی که توی اون مغازه است مال بابای منه، مال خودمه. هر کاری که دوست داشته باشم باهاشون میکنم. ولی این سفالا که مال بابای تو نبوده. نارو برداره بره گم شه. نمیذارم چیزای بابامو صاحب شه. وقتی به دنیا آمدی من خونه شما زندگی میکردم. بعضی شبا که دل درد میکرد تا صبح کولت میکردم آروم شی. وقتی دندون در آوردی چه عشقی میکرد. وقتی راه افتادی به حرف اومدی. دیدن بابا چه عشقی میکنن وقتی اینا رو میبینن. الان میخوای کولت کنم آروم شی؟ چته چجوری آروم میشی؟ هیچجور. دست از سرم بردار. میفهمی؟ پا چی شده؟ کاری؟ بیشرفه. بالاخره میکشمش. آقا نجف میگه ما با آقا بده کار. خانه تو میگه آقا با ما بده کار. اون میشه آقا به کسی بده کار. چرا حرف نمیزنی؟ یه سالو نمیره قدم کن. من چهرم شنگی رو انداخته. یه لیوان آب بش بده. شاید ایزی دیده هول کرده. حالا یه چیزی بگو. وقتی که به هوش اومد گفت آقا اون دفعه که میگفت خوابشو دیده. هیچی. حتما این دفعه میخواد بگه دیگه خودشو دیده. بابا نکنه بلایی سرش اومده.
چه میدونم نظری دعایی. ول کن بابا دخترمه، مگه آدم قحطیه؟ آقا کی میاد اینو نظر کنه؟ حسرت داری؟ خب دیگه حالا برین خونهتون. ببین دون برو بگو اصلا یه سری ریس جدید بردار بیاره. حاجی یه نفر پیدا کنید ببر قدمگاه. سرش، کمرش، نصرت هم که بهش سر نمیزنه، هیچکی بهش سر نمیزنه. ایوب مردان میزننش، بهش پول نمیده، اونم دستکجی میکنه. آقا نجف بیچاره، اگه حاج خالقی غرفه ازش بگیره خونه نشین میشه. ریحانه هم هست، یه کاری کن حسن آقا بهش وصله های ناجور نزن. همیشه خدا پای چشش کبوده، چشاش بره عشقه. هنانه یه کاری کن که من خیلی خوب خودت گفتی من هیچی باشه، فقط اون خوب شه، آخوت به خیر بشه. خوب همه رو مشعل خودت کردی. میگن این دفعه خود آقا را دیده مارموله. خب حالا این آقا چه شکلی بود؟ این دفعه آقا به چی گفت بزغاله؟ اگه سختتونه تو چشاش نگاه نکنین. چیه؟ چرا همه دستباتونو گم کردیم با یه خالی بندی؟ اصلا کدوم آقا؟ کدوم نیمه شبون؟ این همش یعنی علافی. گفت نگو مرد حسابی، یکی داره این وسط موش میدونه، خودم بیداش میکنم. نکنه حرفاش راست باشه. ای بابا تو را به خدا اون حرفا رو دیگه زنده نکنی. کدوم حرف؟ اون بیچاره که حرفی نزد، اینا رو این تحفه تو دهنش گذاشت، همش خیالات خودتونه. چرا دست و پاتون رو گم کردین؟ مگه نمیشه تهمت زد و بعدش هم با شامت پاش بایستا؟
سلام. علیکم سلام. کاری نداریم. حدیث داریم در زمان غیبت کسی نمیتونه ادعا کنه حضرت حجت رو دیده. این که ادعا کرد؟ ای بهت میگم برو قدمگاه، گوش نمیدی که. بله. سلام علیکم. نه با کسی بودم. نه خیر، از دادگستری برام نامه اومده. چی میگن اظهار نامه؟ مثل این که پسرمم دوست داره این آخر عمری با صدقه این اون زندگی کنه. این مغازه همین جوری هم سنار سه شایی درآمد نداره. نصفش کنم همونم از توش در نمیاد. سرمم ببرن نمیدن. پس بذاریم بیاد اینجا رو نصف کنه. اون نصف رو هم بابت اجاره این سالا برداره. ولی من اونو دیدم. من اون دنیای سوام باش ساختم. همون موقع که برق رفت. اون به من گفت نرو قدم کن. اون گفت بمونم اینجا. باشه باشه. میگم حاجت ما رو میخواستی. چی میشد؟ حاجت چی هست؟ اگه اونی که دیدی آقا باشه خودش باید بدونه. کی گفته من آقا رو دیدم؟ همه. مگه ندیدی؟ مگه خودت نگفتی به همه؟ بی خود میگن به خاطر دخترشه. همیشه هم اینطوری بوده. روز به روزم داره بدتر میشه. نگاش کن رحمان، به این حنانه بگو بی خودی نره پیش این دکتره. هی چرت و پرت ببندم به نافش. دوای دردش پیش منه. چیه این؟ مهرگیا. اینو بهش بده، بگو من دادم. خودش میدونه. قول بده فقط به خودش بگی. ها مهرگیا اصلا دیروز تا امروز از این رو به اون رو شده. چشاش یه حالتی داره که انگار جن زده باشه. امروز تو بازار نگاهش منو یاد یکی انداخت. هر چی فکر میکنم یادم نمیاد کی. گوهر. نگاه های روزای آخر گوهر. سلام. دلم هار ریخ پایین. مثل جن یه باری ظاهر میشه. چی میخوای؟ برنج نظریه قربون علی داده. چیکارش کنم؟ خب معلومه دیگه، ببر بذار کنار بقیه برنجا دیگه. نمیدونم چرا هر وقت میام اینجا دست و پام شل میشه. حتما یه چیزایی رو میریزم. این چیزایی که پشت سرت میگن راسته؟ خیلی وقت بود صداتو نشنیده بودم. رحمان، حاجی گفت بری از قصابی جلال گوشت بگیری. بیا این مال توه. این پسر امین داد، پسر مشیت ها رو خدا بیامرز. گفت بدمش به تو. مهرگیاهه. نمیدونم برات خوبه یا نه، ولی اصرار کرد که بدمش به تو. رحمان، این روزا چرا اینطوری شدی؟ چجوری؟ فقط من نیستم، همه یه جوری شدن. حنانه، این آقا نجف اگه مغازه رو ازش بگیرن دیگه هیچی نداره. باید اینقدر تو خونه بشینه تا بمیره. میدونم حاجی رو حرف تو حرف نمیزنه. بهش میگی؟ رحمان زور شد.
این پسر پاک زده به سرش. باز از اون زهر ماریا میخوره؟ تو حالا صد دفعه قول داده نخوره، ولی وقتی میخوره اخلاقش بهتره. تو وقتی سرش گرمه یه من قربون صدقه آدم میره، ولی وقتی بهش نمیرسه یه من کارش فکر و خیالای عوضیه. اون به ذره واسه چی سر کوچه بایستاده؟ اون یکی واسه چی اونجوری نگاهت کرد؟ مردم برای چی اومدن به در خونه آجار گره؟ واسه چی از ایوب رو نمیگیری؟ سنم و پشتم رو دیده بهت نگو. گفت. خب که چی؟ چه کار کنم؟ چه کاری از دستم برمیان؟ اون دریده است، یه خورده باهاش کنار بیا، یه خورده دندون به جیگر بذار. صد بار بهت گفتم بچه بیار، بلکه آدم شه. آخه تو هم قدی، نتیجهش همین. حالا بماند که چی پشت سر آدم میگم. چی میگم؟ اینجا خیلی حرفا میزنم. هیچ وقت نگفت اون لگد و اون زده یا نه. شاید اگه میگفت میتونستم دلم رو راضی کنم. سلام. چیه؟ اومدم گوشتای حاجی ببرم. باز داره گریه میکنه. زن که سر به راه باشه شوهرشو آدم میکنه، نه اینکه دم به سات را بیافه تو راسته و آبروشو ببره، آبروی خودشو ببره، آبروی منو ببره، اصلا آبروی اون خدا بیامرز رو ببره. اگه دخترت هم میومد. وایسا. اینو بردار، لازمت میشه. من ازت صدقه خواستم. باید به اون آقایی که میگن دیدی قصه بدبختی ریحانه رو میگفتی. تکی این ریسا که هنو اینجاست، از کجا زی هستن؟ اومده نایمده قولت بلند شد حاجی. متقی زنگ زد است. خب میخواست در مورد نجف باز حرف بزنه. به اون چه ربطی داره؟ میخواد تو هر سوراخی سر بکشه. این پسرا فرسته دنبال گوشت. آره، یعنی این حرفا راسته حاجی. وقتی شنیدم دلم هوری ریخ پایین. نکنه کسی چیزی بهش گفته؟ اگر نه چه معنی داره بگه امام زمان رو دیده؟ که همچه حرفی داده بزرخ؟ خیلی عجیبه. اون از اومدن به دنیاش، این از حالا. من اگه نمیخوام بفهمه به خاطر خودشه. من بی خودی داده دهی هوری میشه کنم. گوش بسه بیم؟ گوش تا بردم. یه منم پسرمه. شنیدم زیادی فکر و خیال میکنی مثل اینکه ها؟ عوضش فکر و خیالایی ناجور نمی کنه. سلامت. حالا کجایی تو؟ اومدم ریسه ها رو بس کنم دیگه. طیب و طاهر هستی که اومدی چراغ آقا روشن کنی یا نه؟ عوضی گوش واسده بود. شما بی خودی دل واپسی. بعد بی 30 سال کی یادشه؟ خودتو. من اون بگو کی یادش نیست. حالا سلام علیکم. هیچ معلوم از تو کجایی؟ صبح تو الان مرا علاف کردی تو بازار. دو ساعت دارن دنبالت میکنن. بیبینیم بینیم با حاجی نارو که عوض میکنیم. حاجی یه جا رو نشون کردم. ما همینجایی که پسرک خواب دیده. همه چرا عوض میکنم به خواب این بابا؟ مراد علی برشته گوسنده رو برده بالا تپه. چرا؟ یه زیر خاکی بدی کرده اینقدر بطوت سکه. آجی گمونم اون زیر میرا خزونه مزونه خوابیده ها. بعدش هم قربونت برم، من تو نمیدونی من به خواب این جوالق اعتقاد دارم. من اون دفعه خواب نهید من سر سامون میگیرم. تموم شد دیگه، بزن بریم. حاجی برای شب دستگاه رو حاضر کن بیام ببرم. برو برمیگردی. بعدم میام ترتیبش رو میدم. حاجی اومدم. اومدم.
گفتم من از کجا پیدا کردم؟ کی پیدام کرد؟ تو میدونی مگه نه؟ به دنیا آمدن من چه ربطی به مام زمان داره آخه؟ کی اینو بهت گفته؟ ننه جانم چرا چیزی نمیگی آخه؟ به حرف اینو اون گوش نده، زندگی تو بکن. در دهن مردم رو نمیشه بست. بچه‌ای که پدر نداره براش هزار جور حرف در میاره. بچه‌ای که پدر نداره؟ من چی میگی پدر نداره؟ من مادرم ندارم، شاید هم داشتم. بچه‌ای که بی مادر نمیشه، بچه مونم مادر نداره. همینطور متصل میخوای حرف بزنی؟ کجا داری میری؟ تو که نهارت نخوردی که مادر جو. نمیخورم. رحمان به نصرت بگو یه سری به هم بزنه، سرش خیلی شلوغه. هر چقدرم سرش شلوغه بگو الان بیاد اینجا. باشه. ننه اینا کین؟ اینا ننه بابای من، هیچ که نیست ما رو بزرگ کنه. اشکالی نداره، گریه نکنیم، من شما رو بزرگ میکنم. رحمان تو ایوبو نهیدی؟ نه تو همین جا دنبالش اومدم. باز چیکار کردی؟ پدر سگ میفته دنبال من، ایزاق منو چوب میزنه. واسه چی به اون خدا بیامرز پشت میدی؟ به تو چه؟ واقعا فکر کردی نظر کرده شدی یا؟ چطوری نصرت؟ داره ما رو میپاد. خب بپاد. میخوای خودم برم بهش بگم که کی هست؟ نصرت آدم نکشتیم که، فقط پاپه یه زن شدیم بگه بچه مال کی همه. من که واسه خودم ناراحت نیستم، واسه این بیچاره ناراحتم. فکر میکنی راحت آدم بفهمه که بقیه در موردش چه خیالایی میکنن؟ رحمان دیگه نمیخواد واسه ننه نون بخری، خودم میخرم. ناراحت شدی؟ نه خیلی هم خوشحال شد. تو اینجا چیکار میکنی؟ خیلی خفه شدم این زیر. خودت اینجا چیکار میکنی؟ مردان در به در دنبالت میگرده، اونقدر دگرده که جونش دره. چرا زاغشو چوب میزنی؟ با این حسن برقچی عوضی یه جا رو نشون کردن، امشب قراره برن سراغش. اونجاست. کاش دعا میکردی این مردان هرچی زودتر بمیره. من صد سال چنین دعایی نمیکنم، ولی برای تو دعا کرد. اگه راست میگه ازش بخواه بهت بگه بابا ننت کی بودن. اصلا اونا الان کجان؟ من بچه سر راهیم. یه جوری میگه سر راهی انگار افتخاره. من بچه اینجام، همه مردم شهر خانواده من. تو مثل برادرمی، ریحانه مثل خواهرمه. اون بهم سواد یاد داده، از آقا نجف قرآن خوندن و نماز خوندن یاد گرفت. ننه نصرت مثل مادرم، او یادم داده برای هر دردی چه دوایی خوبه. من از تو هم یه چیزایی یاد گرفتم. هیچ خونه ای تو این شهر نیست که توش زندگی نکرده باشه.
اصلا تو میتونی در هر خونه‌ای که دلت خواست باز کنی بری تو؟ من میتونم. اونا دوستم دارن. بهم کمک کردن. اونا دلشون به حال خودشون سوخته. نه به حال تو. بدبخت. آره به همین خیال باش. چرا نیش میزنی؟ مگه من چیکار کردم؟ من مثل تو بابو نیستم. پولتوچی بیه اون مردان نامردم میندازم جلوی پاش. هرکی هم بخواد به من صدقه بده شیشه مغازشو خورد میکنم. پولی هم که از دخلش برم دارم دزدی نیست. مال خودمه. هر کاری هم بخوام باهاش میکنم. اصلا بیا. بگیر مال تو. یعنی من صدقه میگیرم؟ من کار میکنم. من برای مردم کار میکنم بعد پولمو میگیرم. از هیچ کدومشون هم طلبی ندارم. چی کار بکاری اون پسره کم عقل رحمان داشتی؟ کجاش کم عقله؟ کم عقل نیست که میگه آقا رو دیده؟ این راسته که رحمان تخم موله؟ اینا کی بهت گفته؟ از دهن مردان شنیدم. من بهت گفتم؟ به نوست آهنگر گفتی. من گوش بودی تو بیشی سر جات. وای با تو هم مواده به اون بیچاره حرفی بزنی ها. خب بره بگه. دو روز هم افتادم به هول و بلا که پسر نفهمه. حالا بفهمه. من میترسیم ما. اگه نمیترسین پس چرا افتادین به هول و بلا؟ از اون میترسیم؟ مگه خلاف کردیم؟ ببینم خانم، مگه زن اوضاعش خراب نبود؟ تو با چش خودت دیدی؟ و بچه چی بود؟ اونم بعد از مردن رحمان بدبخ. وقتی اون مرد گوهر حامله بود. همه میدونستن که رحمان بچهش نمیشه. خب کی باور میکنه با یه توسل؟ اونم توسل یه زن قربتی. خب سرگوشش میجنبید دیگه. اصلا به خاطر همین سرشکستگی همون بهتر که از اون بالا افتاد و مرد. کارش بود. هر اولاغ پدر سگی همینو میدونست. خالقی، شوهر تو، نصرت، جلال قصاب، همه. آره خیلی از چشمشون دنبالش بود، به خصوص بعد از اینکه شوهرش مرد. تو چی؟ راستی تو با رحمان خدا بیامرز قهر بودی؟ برو بیرون پدر سگ. حالا این حرفا رو میزنی که چی؟ خودت اگه افتاده بودی تو زندون، اونم واسه چهار تا دونه عتیقه دوزاری پنجزاری بابا اسبانی چیکار میکردی؟ ها؟ تازه مگه خود شما زنان نبودین که زیر بازار معاشو گرفتین کشیدین؟ مگه خودتون نبودین که زدین تو آبگاه زنه؟ هر کس فکر میکرد نکنه پای مرد خودش تو کار باشه. یکی میگفت یونس، یکی میگفت خالقی. آخرش نفهمیدیم کار کی بود. اگه این حرف دروغ باشه اون دنیا سر پل سرات چطوری دامنمونو از چنگش بیرون بکشیم؟ حاجی، تو رو به روح آقات قسمت میدم یه سوالی ازت بکنم راستشو بگو. تو هم شدی رحمان؟ اصلا چه دمشه؟ تو رو به اون خونه خدایی که رفتی تو دوستش نداشتی؟ نمیخواستی ببریش؟ لا یه چیزی صد دفعه باید بهش بگی. پس چرا خونهش میرفتی؟ به خاطر اون رحمان و خدا بیامرز. اون زن تو این شهر غریب بود، هیچ کیو نداشت. اگه برای دستگیریش میرفتی پس چرا راد نمیداد؟ چرا چش دیدن تو نداشت؟ به خاطر تو؟ به خاطر حرفای همسال تو؟ همین خال زنکا؟ حرفای 23 سال پیش با زنده میکنه. تو این همه سال این فکر داره مثل خوره منو میخوره که نکنه رحمان بچه ای تو باشه. Thank you.
اله الا الله. بجن این حرفا برو در وا کن. میخواستم ولی هیچ وقت نشد. حاج آقا مهمون داریم، بفرمایید. سلام علیکم. حال شما؟ سلامت. علیک سلام، بفرمایید. چون سربا بازنده ببهم تو بفرمین هاش کنم. خدا رحمت کنم جدن. خیلی خب برو دیگه. برو. تو هم دلت میخواد حرف بزنی؟ تو هم میترسی؟ دن نصرت میگه وقتی میخواد یه چیزی بشه اسبا زودتر میفهمه. چیزی نمیشنوی؟ قراره چی بشه؟ دیگه داری پیر میشی، وقتی هم که پیر بشی تنهای تنها میشی، از نن نصرت هم تنهاتر میشی. تو همین کاری که من کردم بلدی؟ ما وقتی حوصله‌مون سر میره با همین بازی رو میکنیم. تا حالا حوصله‌ت سر رفته؟ تا کی نباید حرف بزنی؟ دو روز؟ دو هفته؟ اگه یه حرفی تو دلت باشه چی جوری میگی؟ خیلی سخته که آدم یه حرفی تو دلش باشه نتونه بگه، مگه نه؟ نکنه جن چیزی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم بابا عجب جنی. اینجا چه غلطی میکنی تو؟ نکنه زاغ ما رو چوب میزنی. حالا حرف بزن، حرف بزن. برو بگی بخواب خونه، بی برو ببینم. ای، یادت باشه اون زبون بی صاحب تو ببندی، وگه نه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. بسه دیگه، ای گیر میده به اینو. نه من بگیرم. حسن، اونجا رو میکنم، اونجا رو ببین اونجا رو. باشه باشه. چی شد؟ بد مستم دیوارا شاله. خب چی شد اون تو؟ دستگاه رو بده بینا دستگاه. چی شد اصلا؟ خودشه. چون؟ خب
برو ببینم ببینم بگی بیا داداش. نه تو دیواره شلها. به روح پدره دیو. حالا به روح بابام قسم میخوری نامه؟ یادت چقدر فوشش میدادی؟ غلط کردم بابا، غلط کردم ایو. یادت چقدر به من میگفتی پدر سگ؟ ایو قسم داره پاپو میکشه ایو. تو رو خدا به اون رحم کن، به ریحانه بدبخت رحم کن ایو. اونم یه نامردیه مثل تو. ریحانه خداشمون بره گمشه. تو رو به روح پدره دیو. بابا غلط کردم، غلط کردم ایوب جان. منم حالا میدونم چیکار کنم. یو قمر بنی هاشم ایوب. ایوب جونم ساکت. من چی؟ حرف نزن. تو رو خدا به اون خواهر کوچیکت رحم کن. نذار اون بی پدر بیه ایوب. من میگم حرف نزن. گریه نکن. ایوب بی پدریش نکن، اونو کمک کن به من ایوب جون. تو مردی؟ نه تو یه نامردی، میفهمی؟ تو رو به روی پدر در ایوب. ایوب 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 بی ایوب. حالا اینا میبرسی که چی؟ خوام بدونه یکی بدیم لیره همینجا کنار در مچه. مچه یا راست بازار؟ شاید هم بازار. نه همون که گفتم مچه. در میدونگاهی یا در بازار؟ در بازار. کدوم یکی بلاخره؟ لا 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 لا. کی پیدام کرد؟ یه مهرعلی داشتیم اون. کدوم مهرعلی؟ اصول دین میبرزی بچه؟ همون سال مرد. سلام آن. خسته نباشی. فکر کنم من یکی از شماها باشم. ملک سلام. راستی حال اون دو نفر چطوره؟ زبونشون بند اومد. ما به این میگیم بیماری خاک. حق بنن نصرت بود. اون بالا نمازگاه است. از امروز هم منطقه حفاظت شده باستانشناسیه. مراقب خودت باش رحمان. شما بهتره مراقب خودتون باشید. چشم آبا برمی. رمان رتان بیم نکن این حرفا رو. همون رمانی باش که قبلا هم بودی. به خدا همه دوستت داریم. این پسرمون چه پدر مادرتیم دیگه. تو کمک های مردم یادت رفته؟ نه یادم نرفت. بارکلا ببین هنوز هم دیر نشده. اگه میخوای بری قدمگاه خودم یه ماشینی چیزی جور کنم بفرستن و بری. کیفه.
حیف نظرته. بالاخره تو هم دنبال پدر مادرت میگردی. یکی زایده داره دیگه. آره. بالاخره یکی منو زایده. ولی این به امام زمان چه ربطی داره؟ آره بالاخره این حرفا رو کی شنیدی؟ از خودتون. دیروز که با علی خانم صحبت میکردی یه چیزی تو دلمه که باید بگم آجی. یه خوابی دیدم. بازم خواب؟ داشتیم با هندانه بازی میکردی، زن و شوهر بازی میکردی مثل بچگی همون. یه بار گوشم رو پیچونده بودی، یادته؟ گفتی کره خر شما مثل برادر خواهر میمونیم. آره. یعنی ما که برادر خواهر نبودیم، بودیم. روز با علی خانم یه چیزایی در مورد امام زمان گفتیم که من نفهمیدم. دیشب تو خوابم باز همونا رو گفتی، من نفهمیدم. یادته چی گفتی آجی؟ نه. من ازت پرسیدم. بازم گوشم رو پیچوندم. آجی، برو به اون مکه‌ای که رفتی. اون که خواهرم نیست، هست. سلام آجا خواهر. چی شده گوشه لبت؟ هنوزم دستش سنگینه. امروز وقتی توی قهوه خونه نگاهت میکردم دیدم چقدر بزرگ شدی. انگار یادمون رفتی که تو بزرگ شدی. آره خودت مردی شدی. مرد نباید بیزن بمونه، معصیت داره. باید برای دست بالا بزنی. سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ خوبی؟ سلامتی. خوبه؟ 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 برای چی؟ برای اینکه مواظبش باشه. مگه خودت نیستی؟ هیچکی مثل اون نقش نمیزد. هنوزم که هنوزه قالیه که از رو نقشای اون میزنن رو دست میبرن. احمدی فقط از نقشای گوهر حرف بزنی که خدا این آقا بزرگ ما رو بیامرزه که با این ارث و میراثش مکافات درست کرده بر ما. ولی پدرامون با هم دردسری نداشتن. اونا برادر بودن. ولی هرچی میگذره ورثه بیشتر میشه، مکافات هم بیشتر میشه. با وظیفه بنده و جنابالیه که وقتی زنده این ماجرا رو فیصله بدیم بره دیگه، که بعد باعث جنگ و جدل نشه. عوضش ما جنگ و جدل میکنیم. من جنگ و جدل نمی کنم، اومدم حساب کتاب کنم. جنابالی، سر این مغازه ادعایی داری؟ فقط سر سهم خودم. اما بابت این نمیتونم بهت اجاره بدم نه نصفش کنم. باشه. منتظر میمونم. خوبه؟ تا که؟ هر وقت که زنده باشی. چی در ازاش میخوای؟ هیچ. از کجا تو زودتر نمردی؟ خب دیگه گفتم تا وقتی تو زنده باشی. حالا چه باشیم و چه نباشیم تو یکی راضی باش هستی؟ چی شده پسرم؟ تا دیروز برام اظهارنامه میفرستادی اما امروز
اصلا انگار تو خونت خبرایی. هنانه رو دیدم تو راسته، مثل اینکه حالش خوب شده. خوب شده، خدا رو شد، خدا رو شد. همش از برکت امشبه. امشبه که مولودی یادت نمیره، بیا خونه ما. چی درزم؟ یه فکرم باید داره این پسر رو همان بکنیم. داره راجع مادرش بوای میبره. چه باعث مرگ مادرش ما بودیم؟ زنی که فسق و فجور کرده، فسقش رو ربط میده به کی؟ به امام زمان. یعنی نمیشه امام زمان حاجت یکی رو داده باشه، نمیشه حاجت گوهر رو داده باشه. اگه نشه پس حاجت به چه درد میخوره؟ مثل اینکه دیگه ایمان نداریم حاجی. چرا نگو؟ قیافه اون رحمان یادته؟ روز به روز بیشتر داره شبیه اون میشه. الله اکبر، انگار خود رحمانه. امشب که رفتی خونه یه نگاهی به عکس اون رحمان بنداز. عکسی ندارم. هیچکی نداره. خود تو چی؟ وقتی اولین بار فهمیدم چقدر شبیه پدرشه پارش کردم. شبیه باباشه. از ته دل آرزو کردم واقعا برادرم باشه. تلخی گناه بابام شیرین تر از تلخی جواب نه به اونه. همیشه دلم گواهی میداد که دوست داره. منم مثل برادرم دوستش دارم. اگه برادرم باشه؟ هر دوتونو خودم از مادراتون گرفتم. پدرمون چی؟ یکیه؟ نه. از کجا میدونی؟ برای اینکه اون شکل پدر خودشه. تولدش چه ربطی به امام زمان داره؟ پدر و مادرش سالها بچه‌شون نمیشد. گوهر متوسل شد به امام زمان. وقتی که رحمان مرد گوهر حاجتشو گرفته. برای همینه که هر سال نیمه شبون میفرستنش قدم کن. آره، هیچ کدوم تو اون روز نمیتونن تو چشاش نگاه کنن. ولی امسال مجبوره. من چجوری تو چشاش نگاه کنم؟ من دارم عروسی میکنم. برای همین حالت بد بود؟ مونده بودی چجوری به رحمان بیچاره بگی؟ نه؟ شاید برای این، شاید هم برای یه چیز دیگه. ای کاش واقعا برادرم. راست میگن میخوای بری؟ سلام، شما اینجا این؟ امروز اینجا چه خبره؟ هیچ وقت خونم این همه مهمون نداشتم. خیره ایشالله. شما امروز یه قولی بهم دادی. قول؟ چه قولی؟ آه خب، حالا چی؟ امشب شب مبارکیه، مگه نه؟ آتیشت خیلی تنده رحمان. حالا کی هست این شازده خانم؟ شما این خانوادمی. کی بهتر از خانواده آدم که آسین بالا بزنه واسه امر خیر؟ همه چی رو میگه جز اسم طرفو. نه رحمان، اون دخترشو به تو نمیده. واسه چی؟ کیو میگه؟ تو امروز قسم خوردی که اون پدرم نیست. تو خالقی رو میگی؟ منظور تنها تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ نه راست میگی. واسه چی باید دخترشو به من بده که سندار تو خونم پیدا نمیشه؟ واسه همینه دیگه ها؟ واسه چیز دیگه ای که نیست. نمیفهمم چی داری میگی. انگار راست میگن خول شدی ها. چه زیاده دختر. خودم یه دونه خوبشو واسه تو پیدا میکنم. ولی من از بچگی هنانه رو دوست داشتم. تو غلط کردی بدچش. میدونی اگه خالقی بفهمه چه آتیشی به پا میکنه؟ هنانه قراره با امین عروسی کنه. امشبم تو مولودی براشون صیغه میخونه. از خیرش این بود؟ از خیرش این
اون نشد یکی دیگه. چه فراوون دختر. کسی به رحمان زن نمیده، حتی خدیجه قصار. رحمان که کسی رو نداره، معلوم نیست بچه کیه. مگه الان نگفتی همه ما جای خانوادتی؟ من یه ننه داشتم. داشتم؟ شما میدونه، همه هم میدونه، ولی نمیگن، نمیگن، نمیگن. گوهر، اسم ننت گوهر بوده. گوهر؟ ایوب خفه شو. برای چی؟ گوهر؟ اینا گفتم دهنتو ببند. بذار بگی. اون کی بود؟ بگو گوهر کی بود؟ اون نقش قالی میزد. ریانه دیگه فایده نداره آقا نجف. اون کجاست؟ کشتنش. اینا همشون تو فکر میکردن تو حرومزاده ای. حالا فهمیدی؟ فهمیدی که دلشون به حالت نسوخته؟ اینا همشون اینا کشتنش! اینا اونو کشتن! همه؟ یعنی همه تو؟ نه خودم تو رو ازش گرفتم. تنها زخمی بود، انگار دم واقع اگر زده بودن تو بلوش. حسن زده بود، گفت حلالش کن. تو همین اتاق بود. همینجا؟ یعنی اینجا خونه اونه؟ خونه رحمان خدا بیامرز. رحمان؟ پسرموی پدرم بود. گوهر رو از یه جای دیگه گرفت، با خودش آورد اینجا. شوهر گوهر؟ بابای من؟ اون زن طیب بود نجف. قیافش نگاه کن، این پدر خدا بیامرزش میمون. خودم رو ببخشه. پسر پسرمو؟ پس من میشم پسر پسرموی بابای تو. پسر پسرموی بابای حاج خالقی هم هستم. تو کی من میشی؟ دختر خاله بابا؟ نه، دختر پسرمی بابا. من فکر میکردم هیچ فک فامیلی ندارم. اون چه شکلی بود؟ از تو خوشگلتر بود. یه وقتایی نگاهت شبیهش. اون وقتا بچه بودیم که میرفتم پیش خاله گوهر، نقش قالی یاد میگرفتیم، نقاشی کردن رو به اون رفتیم. خدا سر تقصیرات همه بگذره. تو نباید کسی رو مقصر بدونی. تو چی کارش کردی؟ هیچ. من هیچ کاری نکردم. دیگه حالت خوب شده، باز بری پیش ننه بابات. اونا اگه ببینن سلامت شدی خیلی خوشحال میشن. تو که نمیدونی
خیلی عشق میکنن وقتی میبینن بچهشون راه میره دندون در برده حرف میزن. بگو آقا به کی بدهکار بودی؟ به من؟ دیگه چی کار باید بکنی؟ میخواد چی بشه آقا؟ کی میای؟ تا فس فس میکنی؟ تمام شد آجی دیگه دیگه بجام دیگه یلا میگه عروسش میکنی؟ باز منداز دیگه سلام حاج آقا مبارک باشه مدیه باشه مدیه ببرما بشین 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 باشه مدیه باشه مدیه انقدر بوق نکن دیگه او شب تولد بفهم امشب میخوام با یه تیر دوتا نشون بزنم باشو بگی افتخار شاه داماد کف مرتب بزنم بشه با جلوس نکن بگی افتخار عروس خانم کف مرتب بزنم خوش اومدی رحمان مبارک باش سال تو این مولودی نبود از بچگی دلم لک میزد که به چراغ دست بزن همه میتونستن اونو بلند کنن غیر از من او
وقتا نمیفهمیدم چرا، هیچ وقت هم نپرسیدم، ولی حالا میفهمم. هنوزم دوست دارم به چراغ دست بزنم. جهت خوشنودی امام زمان اجماعت سلام. چی کار میکنی؟ تنهایی؟ چجوری اومدی اینجا؟ پس رحمان کو؟ رسیدم به خیر قربانه. این پسر رحمان تو قدمگاه نبود، کجاست؟ کنه گم و گور شده. بیا تا بهت بگم. ایوب رحمان کجاست؟ اگه دیدی بهش بگو بیاد، کمکش احتیاج دارم. رحمان